همکارانم سمیرا قرایی از واشنگتن و بابک اساقی از تل‌آویو همراه ما هستند. سمیرا، غیر از اینکه حالا میدونیم جو بایدن انتقاداتی رو در صحبت‌های صبح امروزش نسبت به بنیامین نتانیاهو داشته و درباره مذاکرات آتش بس که به حال سیاست نتانیاهو رو زیر سوال برده، گفته که تا آخر هفته یک پیشنهاد نهایی رو ارائه می‌کنه برای اینکه مذاکرات انجام بشه و یک آتش بس احتمالی انجام بشه. پریسا، همینطوره. صبح امروز دوشنبه، این رو بگم که اینجا روز کارگر هست، در تعطیلی کامل هست ایالات متحده. آقای بایدن قرار هست که نشستی داشته باشه، هم آقای بایدن و هم خانم هریس با تیم امنیت ملی، تا راجع به جزئیات بیشتر توافقی که در نظر دارن پیشنهاد بدن یا اون نسخه بروزرسانی شده توافقی که پیشتر ارائه دادن با اینها صحبت بکنند. در حال قبل از اینکه وارد این نشست بشه، آقای بایدن یک صحبتی با خبرنگاران داشته، اونجا گفته که ما نزدیک هستیم به اینکه بخوایم گروگان‌ها رو آزاد بکنیم، ولی آقای نتانیاهو کار کافی رو انجام نمیده برای اینکه این آزادسازی انجام بشه. این صحبت‌ها دقایقی بعد از اینکه انجام شد. از سوی اسرائیل هم واکنشی رو داشته، یکی از مقام‌های ارشد اسرائیل که نامش فاش نشده گفته که این حرف آقای بایدن حرف درستی نیست و در شرایط فعلی بعد از اینکه ما راجع به کشته شدن 6 گروگان شنیدیم، فشار آوردن بر آقای نتانیاهو کار اشتباهیه و پیام غلطی رو داره به حماس میفرسته. در این حال میدونیم روز گذشته یک تماس تلفنی مجازی، یک تماس مجازی یک ساعته، بیش از یک ساعت، آقای سالیوان مشاور ارشد آقای بایدن در امور خاورمیانه و بریت مکرگ از اعضای شورای امنیت ملی، این تماس رو داشتن با خانواده های گروگان ها در جریان کشته شدن اون 6 گروگان. یکی از این گروگان ها نامش آقای هرش گولدبرگ پالین هست که شاید برای مخاطبان ما نام آشنایی باشه. زمانی که همایش ملی دموکرات ها اینجا داشت در شیکاگو برگزار میشد، پدر و مادر این پسر جوان آمدن صحبت کردن، صحبت های بسیار احساساتی کردند و بعد خبر کشته شدنش توسط حماس رو ما شنیدیم. با اینها آقای سالیوان و آقای بریت مکرگ یک نشستی داشتن. در اون نشست صحبت هایی که شده، به عنوان مثال گفتند که ما در شرایط فعلی نمیدونیم که آیا توافقی صورت بگیره یا نه، شانسی همچنان وجود داره و باید ببینیم که این شانس آیا به ثمر میرسه یا نه. تا انتهای این هفته اینها گفتند که قرار هست که آقای بایدن یک پیشنهاد تازه ارائه بده. میدونیم که زمانی که نشست دوحه در قطر در حال برگزاری بود، ایالات متحده آمد یک پیشنهاد همگرایی ارائه داد و اون پیشنهاد همگرایی به جایی نرسید. حالا اون رو به روز رسانی خواهند کرد، در اختیار طرفین قرار خواهند داد. یک هفته گفتند که حماس و اسرائیل وقت دارند که آری یا نه بگن. به نظر میرسه ایالات متحده در شرط فعلی جایی ایستاده که بخواد از طرفین یک آره یا نه بگیره و فکر میکنه که بیش از این دیگه نمیشه بحث و جدل کرد راجع به جان گروگان ها و الان در جایی ایستادیم که یا یک بله است یا یک نه. و ایالات متحده به نظر میرسه که اگر به ثمر نرسه پیشنهاداتش و آنچه که در نظر داره از مذاکرات به کل بخواد بیاد بیرون، در چنین شرایطی ما اینجا ایستادیم. باید ببینیم که از طرفین چه چیزی میتونه ایالات متحده بگیره. فیلادلفی رو میدونیم که در این پیشنهاد تازه که تا انتهای این هفته ارائه خواهند داد، راجع به فیلادلفی ایالات متحده به اسرائیل پیشنهاداتی داده. با این همه آقای نتانیاهو با این بحث فیلادلفی موافق نیست و در مذاکرات قاهره و دوحه تا اونجایی که الان متوجه شدیم بیشتر مذاکرات معطوف به نام گروگان ها و زندانی های فلسطینی بوده که دو طرف مایلند که آزاد بشه. بابک، اما بنیامین نتانیاهو الان شرایط خیلی سختی رو داره، تحت فشار داخلی و بین المللی قرار گرفته، ضمن اینکه در داخل کابینه خودش هم تنش هایی هست و میدونیم که کابینه جنگ اسرائیل هم امروز برگزار شده. فشارها بر نتانیاهو و دولتش از چند طرف ادامه داره. پریسا، دقایقی پیش تشییع جنازه هرش گولدبرگ، همونطوری که سمیرا گفت، یکی از گروگانهایی که در ایالات متحده به دنیا اومده و حماس اون را قبل از اینکه ارتش اسرائیل به اون برسه به قطر رسون، در حال برگزار شدن بود که حماس درست در همان زمان در یک جنگ روانی فیلمی از او و 5 گروگان دیگر را منتشر
کرد که در حال التماس هستند برای آزادیشون از نتانیاهو. همه عبری صحبت میکنن جز هرش که به انگلیسی نتانیاهو و دنیا را خطاب قرار داد و از اونها خواست که او را آزاد بکنن. روز بسیار سختی هستش امروز در داخل اسرائیل. بجز تظاهرات و اعتصابات تشییع جنازه ها هم انجام میشه. تشییع جنازه هرش گلدبرگ مستقیما از CNN و اسکای نیوز هم برگزار شد، اما سخنانی که بسیار احساس برانگیز بود سخنان رئیس جمهور اسرائیل یצחק هرتزوگ بود. او گفت من به نمایندگی از کشور اسرائیل از خانواده هرش عذرخواهی میکنم. او در حالی که در این تشییع جنازه شرکت کرده بود گفت عذرخواهی که در دفاع از شما نتوانستیم انجام بدیم و شکست خوردیم و 7 اکتبر را نتوانستیم از اون جلوگیری بکنیم، عذرخواهی که در بازگرداندن گروگان‌ها به خانه به سلامت شکست خوردیم، عذرخواهی که کشوری که در سن 7 سالگی به آن مهاجرت کرد هرش در پرچم اسرائیل پیچیده شد و نتوانستیم که از او محافظت بکنیم. او از ریچارد جان لیبی و اولی خانواده هرش گفت که من از شما عذرخواهی میکنم که نتوانستم هرش را به زنده به خانه برگردانم. این درست در زمانی هستش که تمامی به بسیاری از شهرهای اسرائیل در تظاهراتی فرو رفتند که خواهان توافق آتش‌بس هستند. امروز رئیس اتحادیه کارگری هم به این اعتصاب پیوست و از تمامی کارگران خواست که اعتصاب بکنند، اعتصابی که آغاز شد اما پس از اندی دادگاه اسرائیل تعیین کرد که اعتصابی که توسط رئیس اتحادیه کارگری اعلام شده که اعتصاب سیاسی هستش و دستور داد که اون را تا ساعت 2:30 متوقف کنند. رئیس دادگاه گفت که هیچ گونه استدلال اقتصادی در این موضوع من نمی‌بینم. رئیس اتحادیه کارگری همین را پذیرفت و گفت که ما قانون را پاسداری می‌کنیم. نتانیاهو در سخنانی که در کابینه جنگ امروز گفت ادعا کرد که اتحادیه کارگری باید خجالت بکشد زیرا او دقیقاً اون چیزی را که سینوار می‌خواد به او اهدا کرد. نخست وزیر همچنین در جریان نشست دولت و کابینه گفت که تاکنون تمرکز تلاش‌ها بر اهداف نظامی بوده، اکنون تمرکز تلاش‌ها برای از بین بردن توانایی‌های حکومتی حماس خواهد بود. او گفت تغییری در این مورد ایجاد خواهد شد که کسی که کمک‌های بشردوستانه را از این به بعد توزیع می‌کنه حماس نخواهد بود. ممنونم از هر دوی شما همکارانم سمیرا قرایی و بابک اساقی از واشنگتن و تل‌آویو.